سلام میکنم به همه دوستان عزیز که حضور دارن. من رضا مومنخانی هستم. عرض کنم به حضورتون که باید با نام خدا شروع کرد، ولی خب اون دوستانی که کمابیش من میشناسن فکر میکنم که همین الان تو دلشون گفتن که خدای من این دوباره اومد و بنابراین محقق شد. عرض کنم برای شروع برنامه فکر کردم که یا اینطوری بگم، سال 1382 در دومین پیش کنفرانس، اولین کنفرانس مدیریت منابع انسانی، خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم، همین موضوع رو من مطرح کردم. خواهم گفت جلوتر که چرا خوشبختانه و چرا متاسفانه. و اونجا از یه شعری استفاده کردم که خیلی به نظرم یخ مجلس و خوب شکست و امروزم فکر کردم که شعری انتخاب کنم که هم با مدیریت منابع انسانی سر و کار داشته باشه، هم با طبابت و دارو و اینها، و هم با روز برگزاری که روز پنجشنبه و پنجشنبه شب و اینها هست. ولی هرچی فکر کردم راستش نمیدونم چرا این شعر اومد که امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام. حبیبم اگر خواب طبیبم رو بله. و دوستانی که ظرافتشو نگرفتن تو منابع انسانی که بهش اشاره کردم، من و حبیب بودیم توی این شعر. اما میخوام در مورد مدل اتمسفر انتقال و اثر بخشی آموزش براتون صحبت بکنم و این کارو میخوام با یه داستان براتون انجام بدم. سال 1382، مثل این فیلم ها شاید بد نیست براتون اولش بگم که تا این چیزی رو که دارم میگم واقعیه، ولی شخصیت هایی که توی این داستان ازشون اسم میبرم اگر میبینین خیلی برخورنده است، ممکنه شخصیت های واقعی نباشن الکی، ولی خیلی بهش توجه بکنید. به نظر من البته موضوع همه کشور هست. داستان از این قرار بود که سال 1382، من سال 1380 تا 82 مدیر دپارتمان آموزش های کوتاه مدت سازمان مدیریت صنعتی بودم. در همین اثنا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یه امکان خیلی بزرگی در اختیار شرکت های زیر مجموعه قرار داد و اونم این بود که گفتش که همه مدیران شرکت های زیر مجموعه من هر کسی هر دوره‌ای ببینه من 50% از پولش رو میدم. این سیل بزرگی از تقاضای آموزشی ایجاد کرد در سطوح مختلف و سازمان‌های مختلف که قسمت عمده تقاضای آموزشی مدیریتیش در سازمان مدیریت صنعتی ارضا شد. تقریبا همون موقع‌ها من یه قسمتی از این پروژه به هر حال توی دپارتمان من به تبعش اتفاق می‌افتاد و اینها، ولی در همون موقع من خب دیدم که مرکز آموزشی سازمان مدیریت صنعتی رو دیگه خیلی خوب می‌شناسن و اینها، یه خوردم با دردسر، ولی درخواست کردم و وارد بخش مشاوره و تحقیق سازمان شدم و خوشبختانه همون موقع اتفاق دیگری افتاد و اینکه مسئولین به فکر افتادن که ما این همه پول دادیم و این همه آموزش برگزار کردیم، حالا چی شد؟ و یه طرح مشاوره تعریف شد وارد بخش مشاوره سازمان مدیریت صنعتی و اون اینکه بیایم اثر بخشی این آموزش ها رو ارزیابی بکنیم. و اتفاقا همزمان من منتقل شده بودم به دپارتمان منابع انسانی در بخش مشاوره سازمان مدیریت صنعتی و اتفاقی این اومد توی دپارتمان ما و اتفاقا من مدیر مسئول، من کارشناس مسئول انجام این طرح توی سازمان مدیریت صنعتی شدم. ما سعی کردیم با یکی دو تا مدل، به هر حال شما میدونین یکی از مدل های بسیار پرمصرف در حوزه ارزیابی اثر بخشی آموزش مدل کرکپاتریک است که ما اینجا ازش استفاده کردیم و دوستان من با محدودیت‌هاش آشنا هستن، ولی ما خیلی اتفاقی با یه مدلی آشنا شدیم که توسط یه آقای دکتری و تیمش البته در امریکا دیولاپ شده بود به اسم مدل اتمسفر انتقال، توسط تیم آقای هالتون و آقای بیتس و زیر مجموعه ها. بله درد سرتون ندم. این مدل یه ویژگی خیلی خوب داشت. میدونی یکی از انتقاداتی که به مدل پاتریک وارد هستش اینه که این به شما میگه یه اشکالی تو سازمان وجود داره، ولی شما نمیدونین دقیقاً اون اشکال کجاست. مگر اینکه این رو خیلی نزدیک با مصاحبه و اینها پیش برده باشین. و خب من توی سازمان مدیریت صنعتی کار کردن توی این سازمان به من این شانس رو دادش که تو سازمان‌های مختلفی به هر حال از اینا استفاده بکنم. خیلی متشکرم. بله. اما مدل اتمسفر انتقال یه ویژگی جالب و یه تفاوت خیلی بزرگ با همه مدل‌های دیگه داره و چقدر جاش خالیه توی سیستم مدیریت منابع انسانی و چقدر کم بهش توجه کردیم. متاسفانه علت این که گفتم متاسفانه دارم این موضوع رو دوباره مطرح می‌کنم برای اینه که در طول 92 تا امروز میشه حداقل 16 سال اتفاق خیلی خاصی در این حوزه
ندیدم و البته همینا باعث شد که من یک کمی از کنفرانس ها و اینها فاصله بگیرم. مدل اتمسفر انتقال هالتون میگه که یا اصلا ولش کنیم مدل رو و روی خودتون فکر بکنیم. وقتی یک کسی یه آموزشی میبینه توی سازمان شما، آموزش توی سطح فرد دیگه، من یه چیزی یاد گرفتم و این آموزش میتونه لزوماً به سازمان منتقل نشه. هالتون و تیمش میگن که اینکه این آموزش به سازمان منتقل بشه یا منتقل نشه تحت تاثیر دو گروه فاکتور هست. یه سری از این فاکتورها توی من آموزش، کسی که آموزش دیده، و یه سری از این آموزش‌ها توی سازمان. مجموعه اینها رو هالتون میگه که سازمان یک اتمسفری باید داشته باشه که تشویق بکنه این آدم اون چیزی رو که یاد گرفته بیاره توی سازمان و پیاده سازی بکنه. شما میدونین دیگه مدل، من ببخشید مدل کرک پاتریک رو دوباره بیارم، شما میدونین که ما سطح یادگیری داریم و پشت سرش سطح فرد هست. بعد چی کار میکنه؟ در سطح بالاتری میایم. اول سطح رضایته، من راضی بودم یا راضی نبودم، بعد یاد گرفتم یا نگرفتم، بعد تو رفتارم منعکس شد یا نشد، و دست آخر توی آیا به نتیجه ای این آموزشه برای سازمان داشت یا نداشت. و شما میدونین که این ریت اون آخریه، این که این آموزشه به سازمان برای سازمان خاصیتی داشت یا نداشت، توی سازمان ها این عدد، نه سازمان های ایران، همه جای دنیا خیلی پایینه به دلایلی که اینجا خواهید دید. و اینا میگن که تمامش برمیگرده به این که این اتمسفر مشوق انتقال توی سازمان وجود نداشت. به هر حال ما با اینا ارتباط برقرار کردیم و خیلی خیلی شانسی اونام علاقمند بودن مدلی رو که دیولاپ کرده بودن توی خاورمیانه و توی کشورهای مختلف ولیدیتیش رو چک بکنم، ببینن که توی کالچر ما هم کار میکنه یا نمیکنه. بنابراین یه تبادل خوب اتفاق افتاد، اونها مدل رو در اختیار من گذاشتن و من هم اطلاعات و داده ها رو در اختیار اونها گذاشتیم. ما این آموزش ها رو جالبه بدونین، اون موقع سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 157 تا شرکت رو مالکیت مطلقش رو داشت، 100% سهام رو در اختیار داشت که شما میدونین بخش بزرگی از صنایع ایران هستن دیگه، ایران خودرو تمامش، سایپا، هپکو، سابکو و شرکت های دیگه. و به هر حال این جامعه‌ای که تحت ارزیابی قرار گرفته بود، تمام دیتا جذب شد، دریافت شد، دیتا برای اونها فرستاده شد، اونها ارزیابی کردن و گفتن نتایج رو برای ما ارسال کردن. بعد نیست من یک کمی در مورد این مدل برای شما بگم. اولا این مدل نمیاد بگه که این آدمه دوره روش کار کرد یا نکرد، میاد میگه که این آموزش هایی که برگزار شده سازمان جو مشوق یا اتمسفر توش فعال بوده یا نبوده. اینها توی این دوتا حوزه‌ای که عرض کردم، حوزه های فردی و حوزه های سازمانی، چند تا معیار رو برای این ارزیابی معرفی کردن که این معیارها اینها هستن. یک، اول این آدمه که داریم میفرستین توی این آموزش چقدر آماده است برای این آموزشی که فرستادینش؟ آیا اصلا گفتین این چه دوره آموزشی هست؟ در مورد محتوا اطلاعاتی داره؟ در مورد اینکه این آموزش رو دید و این محتوا چجوری تو شغلش بعداً تأثیری میذاره اطلاعاتی داره یا نداره؟ من تجربه‌های خیلی عجیبی توی این سال‌ها در حوزه‌های آموزش دارم. یه بار توی سازمان مدیریت صنعتی در همون سال‌ها، سال شاید 80 بود، یه آقایی از یه شرکتی اومد و یه شرکت بزرگ ایرانی خودروساز، گفتم اومدم تو دوره آموزشیم شرکت کنم. گفتم خب چه دوره‌ای؟ گفت نمیدونم، فقط گفتم برو سازمان مدیریت صنعتی و رفتی وارد شدی راهروی اول سمت راست، اتاق اول سمت راست. گفتم خب همینجاست، حالا دورتون در ارتباط با چی هست؟ گفت نمیدونم، فقط به من گفتن که برو تو راهروی اول و اتاق اول سمت راست. گفتم خب ما امروز آخه دوره خاصی برای این شرکت طراحی نکردیم، مطمئنیم به گفتن همینجا؟ گفت نه، گفتن همینجا. گفتم شاید اشتباه میکنی، سازمان مدیریت دولتی یا یه جای دیگه. گفتن گفتن نه آقا، گفتن جامعه جمع ساختمان مرکز آموزش، اتاق اول، راهروی اول و غیره. در سرتون ندم کدوم طبقه، ما 5 تا دپارتمان داریم اینجا. گفتن همینجا. در حال thanks to computers ما دوستان رفتن و گشتن و اینها، دیدن ایشون دوره حسابداری مالی 1
توی یکی از دوره‌های عمومی سازمان مدیریت صنعتی ثبت نام شد. خب از شما بپرسم، وقتی یک کسی اصلا نمیدونه تو چه دوره‌ای شرکت میکنه و نمیدونه محتوای این دوره چی هست و نمیدونه این دوره هر که دیدهش بعدا قرار چه اتفاقی بیفته توی سازمانش، این چقدر اثر بخش خواهد بود پشت سرش؟ آیا این آدم اصلا انگیزه ای داره که این آموزش رو که دیده منتقل کنه به سازمان؟ بله. آیا حالا من این آموزش رو دیدم و اگه منتقل کردم تو سازمان خاصیتی هم برای من داره؟ دوستان من در مورد خاصیتش و انگیزاننده ها و انگیجمنت و غیره و غیره صحبت های زیادی کردن که نکنه این آموزش مورد استفاده، آموزش رو من تو سازمان قرار مورد استفاده قرار بدم و برام دردسر ایجاد بکنه. این که اصلا اون آدمی که ما معرفی کردیم به اندازه کافی ظرفیتش رو داره، ظرفیت این آموزش رو داره، یادش میگیره؟ آیا من رفتم توی این آموزش رو دیدم و اومدم توی سازمان، کسی هستش که احیانا من اگر مشکلی داشتم به من کمکی بکنه، یه خورده منو هدایت بکنه، اشکالاتی رو برطرف بکنه و اینها؟ آیا سرپرستم این کار رو انجام میده؟ تو بعضی از سازمان‌ها نه تنها این اتفاق نمی‌افته، اگر شما آموزشتون تو سازمان پیاده سازی بکنی، مدیرتون توبیختون میکنه، تحریمتون میکنه، نیست؟ به دلایل مختلف. چون شما یه چیزی رو یاد گرفتین که مدیر بلد نیست. خب بعضی از مدیران فکر میکنن که این ممکنه دردسر ایجاد بکنه. طبیعتاً شما شرایط اثر بخشی رو نخواهید داشت. آیا به نظر اونی که اومده توی دوره آموزشی شرکت کرده این آموزش اصلا معتبره، به درد بخوره یا نه آموزش بیاتی و محتوا چیز به درد بخوری نیست؟ آیا آموزش به هر حال شما میتونید دوره حسابداری، دوره کارتیمی رو به شیوه های مختلفی تدریس بکنید، ولی این آموزش آیا به بهترین شکل برای اینکه اون کار رو انجام بده تو اون سازمان، توی شرکت کوبل دارو، توی شرکت ایران خودرو، توی شرکت مپنا برای اون سازمان متناسب طراحی شده یا نه همینطوری آموزشی رو دارین ساموار پیاده سازی میکنین؟ آیا آموزش رو این آدم دید؟ اصلا بهش فرصت میدین این آموزش رو تو سازمان پیاده سازی بکنه؟ جالبه براتون بگم، چون تغییرات زیاد هست و اینها فکر نمیکنم به کسی بر بخوره، ولی این انتقال تجربه مهمه به نظر من، چون وقتی اسم یه شرکتی رو میبری میدونی خب ایرانیه، کار کرده نکرده و اینها. ما یه پروژه مشاوره خیلی بزرگی برای شرکت ایساکو داشتیم در سازمان مدیریت صنعتی اون موقع، و اون موقع تعمیرگاه های ایران خودرو تحت مدیریت ایساکو کار میکردن. این اتفاق چند بار تغییر کرده البته در طول این 16-17 سال. پشت سرش دوره‌های آموزشی خیلی زیادی برای کل تعمیرگاه‌های ایساکو در کل کشور برگزار شد که ما متولیش بودیم. چند ماه بعد از دوره‌های برگزاری دوره‌ها، یکی از همکارای من رسید به یکی از مدیران این تعمیرگاه و پرسید که سلام، بعد از سلام و احوالپرسی که آقای فلان، این دوره‌های آموزشی که برگزار کردیم به دردتون خورد؟ گفت آره، بعضیش خوب بود، بعضیش هم ولی به هیچ دردی نخورد. گفتم خب چرا؟ گفت برای اینکه مثلا به ما آموزش تیونینگ ماشین، تنظیم موتور با دستگاه خاصی رو دادن، ولی این دستگاه هیچ وقت برای تعمیرگاه ما خریداری نشد. میگه یادمون رفته و به هیچ دردی نمیخوره. این اتفاق تو سازمان ها هم میفته ها. شما نرم افزارهایی رو به کارکنان آموزش میدید، این نرم افزار هیچ وقت توی سازمان مورد استفاده قرار نمیگیره، برای مثال برای کنترل پروژه. خب بعد از یه مدت این آدم یادش میره دیگه، مگه نیست؟ پشت سرش آقا اگر من و البته رد پای مدل های چیز رو میبینین دیگه، انگیزش رو توی این دو ستایی که جلوتر عرض میکنم، این که من اعتقاد داشته باشم اگر من تلاش بکنم آیا میتونم اصلا اون چیزی رو که ازم میخوان در ازای این آموزش بهش برسم؟ حالا بهش رسیدم، چیزی در ازاش هست و یه چیزی که لابلای فرمایش دوستان بود، اون چیزه که پرداخت میکنن. ببخشید من مثال مالی میزنم، ولی شما میدونید که سیستم های انگیزشی میتونن متفاوت باشن. حالا اون چیزه که پرداخت میکنن اصلا به این زوری که من میزنم میارزه؟
بله، آیا من به عنوان یک فرد اعتقاد دارم که میتونم تغییری توی عملکرد خودم بدم؟ که گفتن تغییر از خود و خودآگاهی و اینها خیلی اهمیت پیدا میکنه، و اینکه کسی اونجا هستش که عرض کنم به حضورتون من عملکرد من رو ارزیابی بکنه و بعداً هدایت بکنه و غیره و غیره، یا نه. به هر حال همونطور که عرض کردم این برگه ها پر شد، اینها فرستاده شد، اونها نتایج رو تحلیل کردن و برای ما فرستادن. نتایج روی این 16 تا فاکتور اون موقع به ما نشون داد که، فقط در مورد این داده ها رو به خدمتتون بگم، اگر امتیاز زیر 25 2.5 می آوردین، یعنی اینکه اون عامل یا فاکتور نه تنها تسهیل کننده و کاتالیزور چیز نیست، انتقال نیست، بلکه مانع هم سر راه انتقال ایجاد میکنه، مانع جدی ایجاد میکنه. اگه امتیازات بین 2.51 تا 3.5 بود، یعنی اون فاکتور مانع بود ولی مانع جدی نبود. اگه 3.5 تا 4 بود، یعنی کاتالیزور و تسریع کننده یا تسهیل کننده آموزش بود توی اتمسفر سازمانی، و اگه بالای 4 بود عالی بود. بله، داشتم عرض میکردم که نتایج نشون داد که روی این 16 تا فاکتوری که ارزیابی شد، فقط 4 تا عامل توی سازمان‌های مورد ارزیابی که 157 تا شرکت بودن کاتالیزور و تسریع کننده یا آموزش بود، و اون 4 تا عامل هم عمدتاً عوامل فردی بودن. همه 12 تا فاکتوری که برمیگشت به سازمان منفی بود، یعنی اتمسفر سازمان‌های ما، اون قسمت‌هایش که برمیگرده به اتفاقاتی که باید توی سازمان بیفته، کاملا نه تنها تسهیل نمی‌کنه آموزش رو، انتقال آموزش رو از فرد به سازمان، بلکه مانع و مانع جدی تو برای این انتقال ایجاد می‌کنه. راستش در طول این سال‌های گذشته من می‌دونین که توی سازمان‌های مختلفی درس دادم، خیلی وقتا توی سازمان‌های شما اومدم، سال‌های گذشته رو خیلی پرفشار کار کردم، و متأسفانه این اتفاق همچنان داره می‌افته. نتایج این ارزیابی که من خیلی امیدوار بودم مورد استفاده قرار بگیره، راستش نه تنها استفاده نشد، بلکه از ما کاملا صراحتا از ما درخواست شد که هیچ وقت منتقل و منتشر نشه. البته ما منتشر نکردیم، و این ارزی رو که دارم خدمتتون میکنم به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بر نمیگرده. من دارم یه سمپلی رو خدمت شما ارائه میکنم که به نظر من سمپل بسیار خوبی از اتفاقی که داره توی مملکتمون میفته. اگر دنبال آموزش هستین، غیر از این که روی مدرس خوب، محتوای خوب و غیره فکر میکنین و اون پرسشنامه ها رو دارین طراحی میکنین و در اختیار پرسشنامه رضایت هپی شیتی که شما میدونین ارتباطش با آموزش خیلی تایید نمیشه، نتایج مطالعات مختلف دنیا داره این رو نشون میده، خیلی بهتون پیشنهاد میکنم رو اتمسفر سازمانتون فکر بکنین. وقتی یکی یاد میره دوره آموزش هست، بپرسین رفتی چی شد؟ چی کار کردی آخه؟ چی یاد گرفتی؟ البته بعضی سازمان ها اشتباهات دیگری هم میکنن ها، بعضی ها از اون وری میفتن، میگن اون چیزی که رفتی درس دادی بیا درس بده، بعدن میان از قول من یه چیزی میگن که راستش من هیچ وقت اونو تو کلاسام نگفتم. اونم بهتون پیشنهاد نمیکنم البته، ولی به هر حال یه دوره آموزشی خوب تدارک ببینید، اتمسفر سازمانتون رو نگاه بکنید. به نظر من به خیلی از ارزیابی‌های آموزشی که دارین انجام میدین، نگم نیاز ندارین، ولی لااقل هر 5 سال یه بار میتونین از مدل کرکپاتریک استفاده بکنید. به این ترتیب هزینه‌های سازمان شما بسیار بسیار کاهش خواهد پیدا کرد. همه اینا البته باعث شد که من کمی دلزده بشم و از سال 1384 توی کنفرانس‌های منابع انسانی شرکت نکرده بودم، تا اینکه آقای دکتر لطف داشتن رو دعوت کردم نتونستم. خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد، اتفاقات خیلی خوبی افتاده. به هر حال من که 15-16 سالی نبودم و دارم میگم، راستش اون موقع های کمی رک با هم دیگه حرف بزنیم، من به لغتش اینه دیگه، توی حوزه منابع انسانی I'm a pain in the ass، یه کمی من زیادی پیله میکنم یه جایی و ممکنه بعضی ها خوششون نمیمد. بله، ولی الان اتفاق خوبی رو امروز دیدم. اون موقع وقتی صحبت میکردم مدیرای منابع انسانی رو هوا بودن، مدیر عامل هم اصلا راستش بخوام متوجه نبودن در مورد چی داره صحبت میشه، ولی الان خیلی نزدیک شده. تو پنلی که ظهر دیدیم با هم دیگه
پنل بسیار عالی بود، همچنان میتونه بهتر بشه. بعدن البته من جدا شدم و سعی کردم اتفاقات دیگری رو ایجاد بکنم. دلیل همین قطع ارتباط مدیران منابع انسانی و مدیران عامل، اولین دوره‌های مدیریت منابع انسانی برای مدیران غیر منابع انسانی رو درست کردم. یه توصیه‌ای که خیلی بهتون میکنم، وقتی دوره‌ای رو سفارش میدین فقط اسم دوره رو سفارش ندین، نگاه کنین تو اون دوره چی بهتون میگن. میدونین خیلی دوره‌هایی با اسم مشابه توی سازمان‌ها برگزار میشه که محتوای کاملاً متفاوتی داره. مرسی حوصله کردین. اینم چیز براتون بگم، خیلی از یه آقای بزرگی که خیلی کار جالبی کرده در دانش آموخته امریکا در ایران و یه با واقع وحش خیلی جالبی در قزوین داره پایه‌گذاری میکنه به اسم آقای نوری شنیدم و این حرف دل همه ما هست. میگه یه چیزی من تو امریکا یاد گرفتم و اون اینکه من تو مملکتی زندگی میکنم با امکانات یک قاره. خودمون رو دست کم نگیریم، به هر حال مسیر توسعه از آموزش میگذره، هر چی جدیتر دنبال کنیم و هر روز سعی کنیم که یه خورده بهترش کنیم. مرسی حوصله کردید، آرزوی بهترین ها برای همه دوستان. متشکرم. خیلی متشکرم. آقای مهندس، عذر میخوام، خیلی ممنون، خیلی ارائه جذابی بود. من تو این فاصله سرچ کردم راجع به مدل هالتون در واقع دیتای پیدا کنم، چیز دندانگیری پیدا نکردم، این منبع خوب بهمون بدید. منبع خوبی راستش در این حوزه وجود نداره در ایران و شاید تنها سورسش من هستم. میتونید اطلاعاتی پیدا کنید در مورد اینکه این اتمسفر چی کار میکنه و اینها، ولی پرسشنامه ها که قطعاً چون پیتنت و اینها هستش در اختیار شخص خودشونه. البته من پرسشنامه رو دارم ولی راه ارزیابیش رو هم، کلیدها رو هم در اختیار ما نگذاشتن. این موقع این تعامل به این ترتیب انجام گرفت که اونها اطلاعاتی رو برای ما فرستادن، یعنی ما اطلاعاتی رو برای اونها فرستادیم، اونها تحلیل کردن و برگردوندن. البته اگر دلمون بخواد کار جدی انجام بدیم، روی این پرسشنامه ها که نگاه بکنید میبینید که اینها از تئوری های انگیزش استخراج شده. همون تئوری که شما دیدین، آیا من تلاش بکنم به هدف میرسم، آیا به هدف برسم، به عمل کرد برسم، اون کار رو انجام بدم، به هم پاداش میدن، آیا پاداش رو داشته باشم، پاداش دندونگی رو قابل قبول هست، این تئوری انتظار احتمال هستش که اینجا منعکس شده. به هر حال میشه یه همچین پرسشنامه هایی رو دیولاپ کرد، ولی بعضی وقتا من اعتقاد پیدا میکنم که لزومی هم نداره شما همه چیزو کم میبکنید، فقط حواستون بهش باشه، سطح اثر بخشی و سهم اثر بخشی رو حتما بالاتر خواهید برد. من البته جزو تیم اون دوستان هستم، نماینده اونا در ایران، خواستم دعوتشون بکنم و اینها، منتها خورد به گیر و گورای ارتباط ایران و امریکا و اونام یک کمی ترسیدن، فکر کردن که اینجا اتفاق خاصی براشون میفته و نیومدن. بله، ولی اگر در سطح لیترچر و اینا اطلاعاتی بخواین، من میتونم براتون با این ابزارهای ارتباطی و کارتم که در اختیارتون میذارم حتما خدمتتون بفرستم. سوال دیگری یا نه؟ بازم ممنون از توجهتون.